سلام و صد سلام به روی ماهتون. بار دیگه بهناز قدسی از استدیو پارسا در خدمت شماست در این چهارشنبه زیبا و بارانی با یک آیتم پر از نقش و رنگ. به آیتم من، آیتم کاریکاتورخانی خوش اومدید. همراهی بفرمایید با اولین کارتونی که برای شما انتخاب کردم. بریم سراغ کارتون اولمون و نگاه حسین نقیب رو در نیشخط ببینیم به مسئله‌ای که امروزها دغدغه بسیاری از ما هست و همه اونهایی که مهربانانه دلشون برای کارگران میسوزه. حسین نقیب در این کارتون به وضعیت معیشتی کارگران نگاهی انداخته و نیازهاشون رو در این نقش و رنگی که به اشتراک گذاشته به تصویر کشیده. چیزهایی مثل اقلام خوراکی در واقع دغدغه‌های اولیه امروز کارگران هستش که به خاطر گرونی با مشکل مواجه هستند. خب از اول ماه مبارک رمضان همونطور که میدونید از شبکه سوم سیما یک سریالی به نام برادر جان در حال پخش هستش و کارتونیست در این کارتون به 15 قسمتی که از این سریال پخش شده نگاه طنزگونه ای انداخته. البته در توضیحش گفتن که البته که سریال خوبی هست که مخاطب زیادی داره، ولی خلاصه که 15 قسمت اون خلاصش میشه همین که در تصویر و در کارتون مشاهده میفرمایید. حق منو بده و بازیگر نقش مقابل میگه که نمیدم. این هم از یکی از برنامه هایی که این روزها این شبها از شبکه سه سیما در حال پخش هست. و اما کارتون بعدی که امروز با هم میبینیم نگاهی هست از کارتون های خارجی براتون انتخاب کردم. واشنگتن پست کارتون امروزش رو به این کارتون اختصاص داده. دیوار ترامپ ترک برداشت، نگاهی انداخته به مسئله این روزهای حزب ترامپ یعنی جمهوری خواهان و اختلافی که در اون به وجود اومده بین ترامپ و هم حزبیهاش. آماش یکی از سناتورها چند روز پیش یک توییتی کرده و ترامپ رو زیر سوال برده در خصوص اینکه در زمان انتخابات تقلب کرده و از دادستان خواسته که خلاصه پاش رو از این قضیه عقب بگذاره و در اون کلمات انگلیسی که میبینید نوشته های آماش هست و دیواری که خلاصه ترک برداشته و آب داره از اون میره. و این هم نگاه واشنگتن پست بود به مشکلات و اختلافاتی که این روزها در حزب جمهوری خواهان میان ترامپ و هم حزبیهاش به وجود اومده. و هم ما بریم سراغ بعدی که یک کاری کلماتوره از آقای اصغر رضایی گماری براتون انتخاب کردم. خیلی معنی زیبایی داشت. ای کاش در این گرانی خنده های من را احتکار نکنیم. بسیار مختصر و مفید و مورد استفاده که انشاءالله لباتون همیشه پر از خنده باشه. و ما بریم سراغ کارتون بعدی که براتون انتخاب کردم. نگاه کارتونیست شهرونگ رو میبینید به مسائل خیلی جالب نگاه انداختن به مسئله دنیا و به قضا و قدر الهی. در این بازی همه ما بازیگرانیم و خلاصه نگاه پرمعنی هست به اینکه به هر حال به قضا و قدر الهی راضی باشیم. و کارتون آخری که مخصوصا اینا رو آخر میارم که بیشتر در حواس و یادمون بمونه. همونطور که میدونید در فضای مجازی این روزها بسیاری از پدران و مادران از فرزندانشون برای بالا بردن فالوئرها استفاده میکنن. در خبرها خونده بودیم که یک خانومی، حالا اگر اسمش رو مادر بذاریم، فرزندش رو مخصوصا در امریکا بیمار میکرده که هر روز فالوئرها بیان و حالش رو بپرسن و هر روز اونها رو دنبال خودش بکشه. و بسیاری از مادرانی که از بچه هاشون به عنوان مدل استفاده میکنند و و و که میدونید و میشنوید و میبینید. و خانم تراوت نیکی به این دغدغش در این روزها از فضای مجازی نگاه بسیار دقیق و درستی انداخته و گفتن سوء استفاده برخی والدین از کودکان در فضای مجازی. کودکان رو اجازه بدیم که بازی کنند و بازی و با بازی کودکی خودشون رو پشت سر بذارن. از اینکه تا این لحظه تا آخرین بخش زندگی مردم خبر همراه ما بودید ممنون. راه‌های ارتباطی ما رو میدونید، به اونها مراجعه کنید، برای ما لایک بذارید، دوست هم نداشتید انتقاد کنید که هر دو برای ما سازنده است. به دوست.